امروز یه جلسه بیزینسی دارم با پیوند عزیز. خیلی از کسایی که جدید وارد کانادا شدن میدونن اولین کاری که باید انجام بدن افتتاح حساب بانکیه. من 10-11 سال پیش که اومدم چیز خاصی در مورد این حساب بانکی نمیدونستم، باید حساب باز کنم و همه بانک ها رفتم حساب باز کردم و کردیت کارت گرفتم. بعدش هم دچار مشکلات خیلی زیادی شدم. اما نمیخوام که برای کسایی که جدید وارد میشن نیو کامرا این اتفاق بیفته. دلم میخواد بیشتر در مورد حسابای بانکی، کردیت کارت ها، چند تا کردیت کارت باید داشته باشیم، حسابا رو کجا و چجوری باید باز کنیم بیشتر بدونن. مطمئنم برای اونایی که خیلی وقته که اومدن کانادا حسابای چکینگ، سیوینگ، کردیت اینا رو دیگه همه رو میدونن. اما نیو کامرا خیلیاشو نمیدونن. حالا امروز از پیوند عزیز میخوام، یعنی قراره با هم دیگه بریم یه رستوران و بشینیم با هم گپ بزنیم و من این سوالامو بپرسم و اون برام خیلی ساده و ابتدایی، نه مثل یه کارمندای بانک که خیلی سریع و تون 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 همه چی رو میگن و آخرش هم هیچی نمیفهمیم، قشنگ برام دونه دونه ساده و واضح بگه در مورد حسابهای بانکی که همه متوجه بشن. آخه پیوند مدت‌ها تو بانک کار میکرده و اطلاعات خوبی در این زمینه داره. حالا شما با من همراه باشید، امروز بریم عشق و حال، ناهار و میتینگ و جلسه خیلی خوب بیزینسی. رنگ زرد که من خیلی دوست دارم، عاشقشم، هر جا میرم باید یه لباس زرد بپوشم. امروز هوا 10 درجه زیر صفره و فیل لایکش 17 درجه است، اما مهم نیست، ما همینطوری میریم بیرون. ما یه کانادایی هستیم، از سرما نمیترسیم. خب پیوند عزیز اومده دنبالم. این که گفتم لباس با همین لباس میریم بیرون ما کاناداییم، منظورم این بود که یه کابشنم روش میپوشیم. این کابشن سبک و نازک هست، ولی روش نوشته -25. خب حالا پیوند رو از کجا پیدا کنم؟ سلام علیکم، حالی شما چطوره؟ به به به، روکش قرمز، چه ماشین خوشگلی. چلو شیش. آدم یاد خونه مادر بزرگش میفته. این شیشه ها سیامک، اسم رستورانتون چیه؟ چلو، برگرفته از پلو ایرانی، پلو دم شده ایرانی. چلو شیش بر اساس دو تا موضوعه، یکی شیش کباب و شیش انداز. این در حقیقت نام قبلی خورش و نام اصلی کباب، شیش کباب و شیش خورش ها که ما دو تا سایت داریم در حقیقت، یکی کباب هامونه، یکم خورش ها و بشخاب ها و این هاست که میشه در حقیقت جز شیش هم. پس اسم میشه چلو شیش. چلو شیش. بعد بیشتر هم اینجا تیک آوته، اینجور که رستوران هم میان داینینگ دارن، ولی تیک آوت هم دارین یا نه؟ تیک آوت بخش تقریبا اعظم کارمونه، بخواهم چون کامرشال بودن اینجا. داینینگمون برای شبا و زهرا، خب همیشه فول، زهرا که همیشه بوکه یه جورایی به خاطر کاستومر کامرشالی که اینجا داریم. شبا مثلا دوستان لطف میکنن با وقتی زور اینجا شبا با خانواده برمیگردن. مرسی. حالا امروز غذاتون رو تست کنیم. خیلی تعریف کردن هم پیمان هم پیوند عزیز، ببینیم چه مزه‌ایه. امیدوارم بدهش. این تابلو میگین عوض میشه؟ این تابلو هر هفته عوض میشه. دلیلش هم اینه که میخوام که در حقیقت دوستان غیر ایرانی بدونن که کالچر پشت این وجود داره و شما همه این کامرا رو دارین، یعنی به همین اندازه شخصیت های ایرانی برجستن یه بخشی میان روی اون دیوار، بعد از اونجا منتقل میشه. خوشگله که به میگه چی نداریم، این خیلی خوشگله که دست بازه میگنه که از ایران اومده. تو اینم شیر بریزی، کرم بریزی که بریزی، خیلی خوشگله.
شدن. حالا میده روستاهای ایران. اینو که دیدم یاد خونه مادر بزرگم افتادم. از خونه مادر بزرگ اومده است. اینم که دیگه یاد توضیح داده اینا برشون خیلی بامزه. این مال مادر بزرگم بود. اینجا بالا در حقیقت یه فریم دیگه داشته. که الان فریم نیست. یه فریم دیگه داشته که این در حقیقت خوراکپز بوده. و یه تکنولوژی جالبی داشته در اون زمان که این باید باز میشه. به محض اینکه این تکون میخورده که احیانا مثلا حالا یه حرکت پایی که چیزی بخوره بهش این که حرکت بکنه خاموش میشده. با نفت کار کنه. با نفته بله خیلی قدیم. این در من خوراک دو اولین سری های خوراک پزای نفت. حالا الان باید قهوه اسپرسو بخورید؟ آره احتمالا. حالا که شما دارین قهوت رو میخواییم به من بگین که هر کس که وارد کانادا میشه اولین کاری که باید بکنه که حساب بانکی باز کنه. این داستان اینو به من بگید. سلام عرض میکنم. مرسی از دعوتت ناجی جون. و دقیقا با سیستم بانکی اینجا اغلبمون آشنا هستیم، بلکه اولین کاری که باید بکنیم اینه که بریم یه حساب باز کنیم. حالا میتونه حساب چکینگ باشه، حساب سیوینگ باشه، ولی یه پروداکت دیگه هم که بانک آفر میکنه اغلب بهتون همون کردیت کارت هاست. کردیت کارت ها انواع مختلف داره. اگه بخوام به صورت ساده راجبش صحبت کنم، یه وام کوتاه مدت بین 21 تا 28 روزه که اگر تا آخر اون زمان پرداختش کنیم میشه بدون بهره. مزیت های خودشو داره. شما دیگه لازم نیست به خودتون کش پول داشته باشین که استفاده کنین برای خریداتون. و یه مزیت دیگه هم اینه که مثلا شما میخواین یه چیز رو بخرین الان پولشو ندونین ولی میدونین دو هفته دیگه حقوقتون میاد، این آپشن رو بهتون میده که شما اون لحظه خریدتون رو بکنین و دو هفته بعد که پول حقوقتون اومد یا پولتون اومد برگردونین به حساب کردیت کارتتون. کردیت کارت ها مدل های مختلف داره که به نظر من باید با مشورت کردن با ادوایزری که توی بانک هست ببینین کدومش برای لایف استایل شما بهتره و بر حسب اون انتخاب کنین که چه مدل کردیت کارتی میخواین. من اولی که اومده بودم کانادا رفتم تو همه بانک ها، خوشحال بودم چون به همه کردیت کارت میدادن هر حساب که باز میکردم. خیلی از بانک ها حساب باز کردم و کردیت گرفتم، ولی بعد از این مدت دچار مشکل شدم به خاطر اینکه اینترستش دیگه استفاده کرده بودم از همشون، اینترست رفته بود بالا، ماهی مبلغ خیلی زیادی داشتم اینترست میدادم. بعد دوست ندارم که اینو شاید خیلی ها نمیدونن و همین اشتباه منو تکرار کنن. در مورد کردیت کارت ها و اینکه چند تا داشته باشیم چطوری باشه مدیریتش و اینا میشه. الزاماً اصلا داشتن تعداد زیاد کردیت کارت چیز خوبی نیست، حتی میتونه برعکس عمل کنه و کردیت اسکورتون رو پایین بیاره. به خاطر همین بهترین کار برای وقتی کردیت کارت داری اینه که اونقدی ازش استفاده کنی که اولا بتونی تا آخر ما پرداختش کنی، چون همونجوری که میگی نرخ بهرهش فوق العاده بالاست و نرخ بهره بالا وقتی که بالانس داشته باشی فقط بخوای فقط کم یه مقدار کمش رو بدی فقط اینترستش رو میدی. رول آف تام اینه که تو 2 تا 3 تا کردیت کارت داشته باشی، دائم استفاده کنی و سعی کنی که حتما اون بالانس تو تا آخر ماه پرداخت کنی. ولی حتی اگه نمیتونی بالانست هم پرداخت کنی یه سری آپشن هست توی کردیت کارت ها که میتونی یه کردیت کارت رو انتخاب کنی که اینترستش یه مقدار نرخ بهرهش یه مقدار پایین تره. اونم میتونی با مشورت کردن با یه نفر توی بانک حتما اونو برای اون اپلای کنی که اینجور نباشه که اگه نمیتونی بالانس رو بدی کل پیمنت فقط اینترست باشه. بعد یه مشکلی که یعنی یه داستان که من دارم اینه که من همیشه آخر ماه به آخر ماه پرداخت میکنم ولی بازم اسکورم نمیره بالا، بعضی وقتا هم میاد پایین. آخر ماه من هر مثلا 30 به 30 پرداخت میکنم. مشکل کار کجاست؟ مشکل کار اینه که همون پرداخت کردن کلا میتونه کمک کنه به کردیت اسکورتون، ولی چیزی که مهمه زمان پرداخت و مبلغی که پرداخت میکنین خیلی مهمه تو این جریان. مثلا همون که گفتم اگر که بتونین کل بالانستون رو پرداخت کنین قبل از زمان دودیتش دست پرفکت. دودیت تو از کجا میشه؟ توی استیتمنتتون. شما هم ماهیانه استیتمنت میگیرین برای کردیت کارتتون از بانک. اگر هم حتی استیتمنت هم نمیگیرین آنلاین، اگه آنلاین میرین توی بانکینگ اپ بانکتون میتونین ببینین و اونو در بیارین که دقیقاً
دودیتش کی هست و استیتمنتش کی هست. یعنی ما باید قبل از اون دودیت بدیم، اینکه مثلا من برای خودم رول گذاشتم که آخر ماه، شاید مثلا دودیت من 15 ماه باشه، من دارم 30 پرداخت میکنم اون چند روز رو. نه اصلا برام. خوب است. یکی از دلایلی که حتی گفتم داشتن کردیت کارت های زیادم خوب نیست به خاطر همینه که بلکه نمیتونی منیج کنی، بلکه هر بانکی رول خودش رو داره، دودیتش زمانش فرق کنه بر حسب اینکه شما کی اپلای کردین و کی پیمنتتون هست ممکنه متفاوت باشه. به خاطر همین هرچی کمتر داشته باشین تعداد کردیت کارتتون، منیج کردنش راحت تره. و اگر واقعا میخواین که کردیت اسکورتون بالا بره، بهترین حالت اینه که شما قبل از دودیت و بیشتر از اون مینیمومی که باید پرداخت کنین پرداخت کنین. مثلا اگر که $100 مینیمم پیمنتتون هست، سعی کنین که $120 بدین و همون $120 هم بهتره که دیواید کنین دو توی دو، مثلا هفته یه بار یا دو هفته یه بار بدین، ولی اون پیمنت رو مطمئن باشین که $120 رو قبل از دودیت انجام بدین. اگه هرچی تعداد پیمنتتون بیشتر باشه، باعث میشه که کردیت اسکورتون بهتر بشه. چیزی که توی کردیت اسکور نگاه میکنن اینه که شما آدم منظمی هستید و سر موقع پرداخت میکنید، و یکی هم این که توانایی پرداختت دارید. با این کاری که میکنید به نشون میدین که دوتاشو دارید. حالا اگر که مثلا من بگم من اصلا از کردیت خرج نمیکنم، اینو میذارم باشه که اسکورم بره بالاتر، این اتفاق میفته؟ نه قاعدتا استفاده نکردن وقتی کردیت دارین و استفاده هم نمی کنین، اونم ممکنه روی کردیت کارتون اثر داشته باشه. به خاطر همین داشتن تعداد کردیت کارت کمتر و استفاده کردن ازش و پی کردنش به موقع باعث میشه که کردیت اسکورتون بالا بره. بعد دیگه میتونی به راحتی بری ماشین لیز کنی، خرجی توی کانادا اگر که اسکورت بالا باشه. دقیقاً ما میدونیم که آره دقیقاً کردیت اینجا میدونیم که همه چی خیلی اهمیت داره دیگه. خب حالا بگین که باید توی این چی بریزیم؟ احتمالاً کریم دیگه، کریم و شوگر. بح بح. شکر هم بریزیم. چه بویی داره؟ بوشکی خیلی بوی. بوش عالیه. این هم بزنیم. اینو ببین فقط. شکر هم بریزیم. در اول تست بریزیم تو ازه. خوبه؟ چیرس. ولی شکر بیشتر هم میخواد. برای من شکر من خیلی تلخه. بیا اینو بعد بقیه اینو شما نصف ریختیم؟ بابا با کلا دیگه نه قهوه خور که میشه اینجا دیگه بعد با میفتیم. مرسی. این اسمش چیه؟ این پنج کبابه. پنج کباب؟ این هم یه عدس پلو. خب پنج کباب چیه؟ پنج کباب یه کباب تابعیه که لای پلو سماق در حقیقت دم میکشه، همزمان با هم دم میکشه پلو و کباب. این هم که دیگه عدس پلو با خورما و کشمش و همه چی. خیلی خوب میشه جونتون باشه. سماق کباب و سما دست شما در نکنم. مرسی. نه اوکی اگه بخواهم شیر کنیم چیز میخواهیم. ما در گذشته یک سری داهایی داشتیم به عنوان اسم تهندان که یه بخشی از پروتئین در ته قابلمه بوده، بعد روش پلو میاد و چیزهای مختلف. حالا تو بعضی از استان‌ها همچنان هست، مثلا یه جای شبیه شاهرود، خب همچنان این جزء غذاهای محلی است و خیلی جنوبی‌ها هم دارن. یه بخشی تو مثلا سمت کرمان همچنان هست، یه جاهایی هم از بین رفته. ما سعی کردیم با استفاده از تهنداز یک بخشی غذای ایرانی رو بتونیم مدرن کنیم، یعنی در حقیقت لوکش مدرنه ولی تیست همون تیست ترادیشناله و سعی کردیم که این کار رو بکنیم توی این غذا و توی دو تا غذای دیگه که مثلا سبزی پلو با ماهی که به سوژی میاد، یک بخشی از پوست ماهی و خود ماهی جزء تهدیده. یک چیز اینجوریه که این در حقیقت بتونه که اون وایب رو برسونه که این یه چیز قدیمی است ولی
از نوع لوکش هم در حقیقت لوک الانش خیلی مدرن خواهد. شما انگار یه تلفیق کردین بین سنت و مدرنیته. ولی با توجه به برگشت به گذشته و آینده خیلی فکر نکردم. خیلی میشه جنت. خب اول چی بود اسمش؟ پن کباب رو امتحان میکنیم چون توی برنجش پره سماقه، خیلی مزه ترش و خوشمزه ایش داده. خیلی خوشمزه طعم کبابش، هم گوشتش خیلی بوی خوبی داره، یعنی اصلا بوی بد نداره، خوشمزه است. هم که کباب تابه ای که مامانمون میپخت همه کباب تابه ای رو میده. یه چیزی بینیم کباب کوبیده و کباب تابه ای شده پهن کباب. خب حالا یکیش هم تست کنیم. دیدم که عدس پلوه با یه عالمه خلال با کشمش و خلال پیاز و کنارش خرمای سرخ کرده. این هم خیلی فوق‌العاده بود، یعنی طعم خیلی خیلی خاص. مثل قدیما سفره می‌انداختن، ادویه‌ای که استفاده می‌کنن خیلی خاصه. ادویه واقعا به چیز میده، یه کاراکتر خاصی میده. همون یاد آدم قدیما میفته، یاد وقتایی که سفره پهن می‌کردن، سه متر چهار متر همه دور هم می‌نشستن و می‌خوردن که دیگه الان نیست. خیلی خوشمزه است، حتما بیاین امتحان کنید. یه سوال همین الان برای افشین بپرسم. گفتش که آخه رفتش یه حساب بیزینسی باز کرد تو آر بی سی، کارت هم حساب بیزینسی بیزینسشو که ثبت کرد. یه کارت چیه؟ کورپوریشن یا سول؟ کورپوریشن. بعد رو بانک آر بی سی باز کرد، قبلش هم سی آی بی سی داشت، بعد پشیمون شد، گفتش که چرا من رفتم دو تا حساب بیزینسی باز کردم، کاش که از پیمان پرسیده بودم که دو تا حساب بیزینسی مشکلی نداره، میشه باز کرد یا نه. به نظر من نیازی نیست اصلا دو تا حساب باز کنی، هرچی که تو حساباتو محدودتر کنی یه مقدار منیج کردنش خیلی راحت تره دیگه. از دید من یه حساب اگه داشته باشی و خوب منیجش کنی بهتر از اینه که تعداد حساباتو بالا ببری، مثلا برای بیزنس یه دونه حساب باشه بهتره، برای کاری تکسش راحت تره، برای اکاونتینگش راحت تره. به خاطر همین من پیشنهاد میدم که اگه یه کورپوریشن دارین سعی کنین یه دونه حساب هم داشته. حالا رفت حساب و بس، بعد باز دوباره تبدیلش کرد به پرسونال، باز دوباره پشیمون شد و گفت بپرس از پیوند که من برم دوباره باز بیزینسش کنم یا نه. گفتم پس همون نه، همون یه دونه واقعا کافیه و آدم بیزینس داشته باشه، چون برها کورپوریشن تکسیشن خودشو داره و هرچی شما اگه ساده تر بگیری ساده تره، برای که تمام پیمنت ها هر چیزی که توی اون اکانت میاد رو آخر سال باید بدی به اکانتنتت که اون بتونه مثلا برات کاری تکس انجام بده.